سلام و شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. امارت اسلامی در واکنش به قطعنامه سازمان همکاری های اسلامی میگوید آنچه در این قطعنامه آمده از سوی حکومت سرپرست اجرا شده. سخنگوی امارت اسلامی همچنان میافزاید شرکت نمایندگان امارت اسلامی در این نشست سرآغاز تعامل حکومت سرپرست با کشورهای اسلامی است. ایجاد حکومت فراگیر، حرمت گذاشتن به حقوق زنان و پشتیبانی از مردم افغانستان از بخش های مهم قطعنامه 34 ماده‌ای سازمان همکاری کشورهای اسلامی بود. امارت اسلامی از قطعنامه 15 نشست سازمان همکاری اسلامی که در بخشی از آن بر تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر و پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید شده بود، استقبال می‌کند. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تمامی بخش‌های یاد شده در این قطعنامه در افغانستان تطبیق شده‌اند. قطعنامه که آنها صادر کردند تمام کارهایی بودند که در افغانستان انجام شده. مثلا خود بار گفته بودند مردم داره خود هستند، مثلا شمولیت را گفته بودند افغانستان فعلا حکومتی داره که همه اقوام در وجود نماینده خود دارد و تمام ولایت نماینده خود دارد و همچنان موضوعات مبارزه علیه حلقات بیرونی در افغانستان مؤثر پیش رفت. ذبیح‌الله مجاهد شرکت حیاتی از حکومت سرپرست در این نشست را همچون یک دستاورد می‌داند و می‌گوید که حضور امارت اسلامی برای نخستین بار در نشست همکاری اسلامی سرآغاز تعامل مؤثر امارت اسلامی با کشورهای اسلامی خواهد بود. یک شرکت بسیار موفق بود و اولین بار بود که امارت اسلامی افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی اشتراک می‌کنه و این اشتراک سرآغازی است که دیگر با کشورهای اسلامی با یک تعامل مؤثر انشاءالله وارد بشه. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی گسترش تعامل کشورهای اسلامی با حکومت سرپرست افغانستان را مشروط بر عملی شدن برخی از خواستهای جهانی عنوان می کنند. ما باید اولتر از همه سر از این مسائل عمیقا فکر بکنیم. اگر شبکه تای یک لوی جرگه سر می خواستهای دنیا ما یک نشستی داشته باشیم بهتر خواهد بود. و در پالی ازی که خواستای افغان چیست از دنیا، ایران باید ما روی میز بگذاریم و سر ازی تصمیم بگیریم. امارت اسلامی تکلیفش تکلیف سیاسی است. در چوکات قانون یا حقوق مشکلات کمتر داره، یعنی عناصری که تشکیل دهنده یک نظام سیاسی است در اینجا کلا تکمیل شده، اما در حوزه سیاسی میارهای بین المللی تابع یک سلسله قوانینی است که بدون شک باید به او تمرکز صورت گیره. این در حالی است که 15 نشست دروزی سازمان همکاری اسلامی زیر نام تقویت وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار با اشتراک نمایندگان بیش از 50 کشور اسلامی در گامبیا برگزار شد. من شمسمانی هستم و مهمانان محور آقایان محمد موسی سعادت آگاه مسائل سیاسی، آقای سخی وحدت آگاه سیاسی اینجا در استودیو و آقای اسحاق ادمر استاد دانشگاه هم تا لحظات دیگر در برنامه با ما خواهند پیوست. مهمانان بسیار خوش آمده. آقای وحدت، اگر با شما آغاز بکنیم بحث را، سازمان همکاری های اسلامی نشست برگزار میکنه، از امارت اسلامی هم دعوت میشه اینجا، در قطعنامه‌ای که صادر کرده در باره افغانستان تأکید میکنه بر ضرورت پشتیبانی از حقوق زنان و دختران، موضوع آموزش و کارشان، بحث حکومت فراگیر و مسائل دیگری که یک به یک روش بحث خواد کردیم تأکید میکنه. اما امارت اسلامی واکنششی است که همه آنچه در قطعنامه آمده اینجا در کابل از سوی حکومت سرپرست اجرا شده. آیا این خواستهایی که مطرح میشه نادرست است یا تعبیرها فرق میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اول تاسو ته قدر من سعادت صاحب ته د افغانستان ما عزیز او شریف ولسته ګوري ترزه پوری چو ګورو د اسلامي نړیوال د همکاری سازمان کوم اعلامیه چې صادره کړې ده د بل طرف څخه د اسلامي امارت د خاصه هم تایید سو او استقبال سو. بعض یغه مواردونه چې عملا د اسلامي نړیوال سازمان د همکاري له خوا څخه کابل ته راغلي او په خپل سترګو باندې ځینې پیشرفتونه ولیدل او د دوی ذهنیت تغییر سو چې نه والا دا حکومت دلته کار کوي او عملا په خدمت باندې بوخت دی، یعنی قناعت یې حاصل کړی. ګوري دا اعلامیه تر پروسه کال تر وړم کال پرخ کی د اعلامیه کې نو ځینې مسایل دي چې هغه په پوره توګه باندې دلته کار ورباندې سوی دی او هغوی دا ورسره مني، لکه د تعلیم مسایل او د ښځو د خوندو د کار مسایل هغوی ته هم عملا کار جریان لري.
که تعلیم مثلا مشروطه سیاد خو پر بهترین نصاب بندی چیز تا است دایو معلومات در کم کار پر کیشی نه دا سی نصاب لکه دا تیر حکومتو دا چی شاگرد با دا دولسم سم بسا خپاریغ است و اغاق پل نوم دا نوزش چنگی نوشته کی یعنی چپ لغو با استعداد و نخبو شاگردان سو اکثریتی داسې خلق پاره کېدل چې بیا سبا د دې جمعې په درد نه خوړل اما اوس پر داسې نصاب باندې کار کوي از کجا میدانین ځینې منابع ته موږ هم لاسرسی لرو یعنی این منابع به رسانه ها چیز نمیگه خب تاسې کېدای سئ چې ناخبره اوسئ اما که پلټنه وکړئ زه به هم درسره همکار سم داسې یو نصاب جوړیږي چې کله موږ یو دولسم افغان متعلم د مکتب څخه فارغ کو هغه ممکن دی د پاکستانی او د ویرانی او تاجکستانی د لیسانس سره مقایسه کوم این برای پسران خواهد بود نه برای دختران چون دختران دیگه نمیره بوری دا نصاب چې تکمیلی شي دا هم د خوندو لپاره دی هم د الوکان د پاره دی ځکه دا دواړه دی وطن اولادونه دي د خوندو لپاره هم تر ډیره زمينه پرې چې موږ ته معلومات کې عملا لاسرسي ورسره لرم هم ډیر یو ښه چوکاټ اسلامي چوکاټ ځکه د موږ تاسو خوند دي د موږ تاسو د خوندو لپاره یو آرام یو ماسونه موید باید اول آماده سی و داسې موید چې سبا ورځ هغه خور د افغانستان په یو مرهم باندې بدل سي نه چې لکه یو تعداد چې اوس د افغانستان و نامه ته نیولې دي چې د افغانستان تخریب کړي موږ داسې خوندې هم درلودلې چې دکترا د رشتې څخه فارغه سوي دي د په سطحه باندې فارغه سوي دي اما خیر افغانستان ته نه ده رسېدلی یو دولسم پاس دي صادق دي او په اسلامي عقیدې باندې دي هغه تر سلو دکترا و غیر اسلامی ای که دیگه یاد پر وطن بندی چه مینه وانه لری بیتر ادار درست اول اقای وحدت ادقل باید مشخص شوامی راه ها دوستان افغانستان کیستن و دشمنان افغانستان کیستن از یک دید مثبت اگر نگاه شوه به کشورهای اسلامی خب میگن کشورهای اسلامی است ممکن دیدش نسبت به افغانستان چون افغانستان هم یک کشور اسلامی است یک دید مثبت داشته باشن 57 کشور اسلامی که وجود داره نشست برگزار میکنم طور که داشتیم در گامبیا اینها روی چند مورد تاکید میکنه میگه که شما باید از حقوق زنان از حق آموزش و حق کارشان پشتیبانی بکنین خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان میشه میگه به خاطر دستیابی افغانستان بس یک کشور باثبات و پایدار باید کار شوه در مورد چالش های بشر دوستانه حقوق بشری قومی امنیتی هراس افغانی مواد مخدر همه این موارد حرف زده میشه این جای امارت اسلامی پاسخشی است با اون که نماینده فرستاده میگه همه این خواستهایی که در خطنامه آمده در افغانستان تأمین است حال مشکل در کجاست این کشورها خواستشان بجاست اینها همسو شده با دیگه کشورها کمی خواستها را مطرح میکنه یا امارت اسلامی نمیپذیره و میگه که همه این خواستها عملی است در افغانستان اصلا مش دغه سازمان پر کار کرد بندی مش زین انتقادونه لرو دا سازمان تاسو وګورئ چې په اسلامی نور هیوادو کې څونه مشکلات دي تاسو د فلسطین مسلې ته وګورئ آیا په دوی کې دومره جرأت څه چې یو قاطع دریځ د اسرائیل په مقابل کې ښکاره کړي په افغانستان کې شکر الحمدلله امنی امنیت دی هر څه برابر دی اقتصاد سم دی هره خواته خلک ورځ په ورځ خوشحاله کیږي خلک د دولت سره خپل همکاریانې زیاتوي امید ډیر سوی دی تر نورو کلو نسبت الحمدلله کارونه ډیر سوي دي اما اسلامي نړیوالو دې سازمان ته ډیر نور کارونه پکار دي دغه وو پنځوس کشورونه چې دي په دوی کې یو داسې جرأت کولی چې اسرائیل خواته یو مشک بغیر د دغه څو هیوادونو سي شلیک حتی اردن چې زموږ یو اسلامي هیواد دی د ایران مشکان چې کله پر اسرائیل په طرف باندې پرتاب سوه اردن همکاري ورسره وکړه چې د مشکان خونڅای کړي نو موږ د دې سیند څه دغه ولرو حتی زه تاسو ته یو مسله روښانه کړم دا یو راز دی د ځینو مهمو منابعو څخه چې په سیاسي دستګاهو کې کار کوي په تیر کال کې چې کوم آیت د اسلامي نړیوالو سازمان همکاري څخه راغلی و په هغو کې یو اردنی و زموږ وزیر خارجه ته ویلی وه چې تاسې موږ ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې تاسې داسې مشکانو پسې یاست چې هغه تر 3000 کیلومتره ډیر ویشتل کوي په دې باندې خو اسرائیل خفه کیږي او تاسې ته مشکلات جوړیږي پس در افغانستان ګل و ګلزار است وقتی انتقاد میشه وقتی میگن هغه بله مسله مطرح میشه همش هغه بله مسله ده شوه هغه تم راځو مشکلات هم سفر مشکلات باندې به هم سترګې نه پټو واضح به وایي چې مشکلات به هلته اما تاسې د اردن یو هیات ته ګوري چې دی راځي دلته افغانستان ته بیا د افغانستان وزیر خارجه ته وایي چې موږ خبر سوي یو چې تاسې په یو داسې مشک پسې یاست چې هغه 3000 کیلومتره د افغانستان څخه اخوا وبولي یعنی منظور مو
اسرائیل دی یعنی مش په دې باندې خپکیږي ته مش اسلامي هوادی مش تاسو دا توقع نه لرو نو زموږ د وزیر خارجه جواب دا ور چې دا مش په داخلي مسله ده چې 3000 نه 15000 ته میم لاسرسي سي اماده کوم د افغانستان حق د دفاع لپاره زه هر نو کارو ته چمتو یم تشکر سپاسگزارم آقای سعادت خواست هایی که مطرح شد در نشست سازمان همکاری اسلامی همش بجاست در افغانستان همه اونها عملی شده بسم الله الرحمن الرحیم امانی سم محترم لرس مخکتات وحدت ثبت د تخنیکی همکاران په شمول ټول لیدون کاریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موږ امانی سم محترم له پرمایشون خلاص یو دوه نیم کال کیږي چې کو پر هیوادونه دی او که اسلامي هیوادونه دی پرمایشون راکی اول خورازی په دې خبره وو کوم پرمایشونه دی حق دی وکنه دی مهمه خبره ده که چیر تیاری پرمایش دی حق و بولو بیا په دې خبره وو کوم دا یا په جای دا دی یا به جای ده زه فکر کوم اصل حق شون نه است اصلا به پرمایش حق نه دی و مثلا دوم دا مساله سی او پینزوس ممالک اسلامی هغه یو څه پیشرفت کړی ده کلونه وتلی دی دوی پیشرفت کړی ده موږ ډېر شاته پاتې یو تر څو چې په دوی پسې ورسېږو کله که په دوی پسې ور ورسېدو دغسې د ارام ژوند هم تیر کړو پیسې هم ډېرې پیدا کړې ډالر هم پیدا کړو عیشو عشرت هم کړو بیا هغه دوی پیرې سې نن یې کوي بیا یې موږ هم کوو بیا موږ هم که په فلسطین په زرګونو شهیدانې کېدو بیا به موږ هم دغه پلت په خوب ویدو دغه غیرت ونه عرب هم نه سپورته کوله بیا به موږ هم یو به مسلمانان غږ به د اسلام کوو او مقدسات به اسلامي راپکي او بیا به د پینزو ابر قدرت او کو پارو تر واک لاندې یو غوړه خبر کوله بیا به موږ ته دې غږ نه سپورته کولای شي ولیدا کی دا وخت په بر کې نشي ار وخت چې موږ دا واټن ته کوو بیا بل دې سره برابر شو موږ ډیر سابقه حالت کې پاتې یو غل صحابه په وخت کې پاتې یو عزم او اراده هم سابقه پاتې ده ولې قوی سعادت حرفی است که اگر میگن حق نداره فرمایش بده دیگرو یک کشور نیست، دو کشور نیست. شما امی حرفه در میان کشورهای اسلامی هم میبینین، در میان کشورهای همسایه هم میبینین، در میان کشورهای غربی و اروپایی هم میبینین. یعنی هیچ کشور ظاهرا نیست وقتی موقف گیری میکنه در مورد افغانستان چی به گونه مشترک، چی به گونه تنهایی همین موارد را مطرح میکنه. پس چرا همه یک صدا شده به فرمایشی که به گفته شما بجاست؟ اما لسه محترم ما درته ویل ما دغه خبره ته لیکلی متوجه سو چې دی چې دا د تقریبا د 1400 کال دی په امنیت کې تا تیر کړی دی موږ د اصل کال 1540 کال په جنگو کې را تیر کړی دی نو دی دغه دی امنیت او آرامي او عیش او عشرت او ډالر او پلاو چلاو دی بایسو سنن محمد بن سلمان پټ خلو پروته په زرګونه انسانان شهیدانی کې دی سنوي موږ د په فقر او په لوګو په دې کې پاتې یو د اسلام طرف مټینګ نیولای کمه توجه سه دلته موضوع بلده ما چې درته وویل چې موږ کله یو څه آرامي راله قراري راله شل کاله چې دلته یو څه ډالر راله موږ ډېر زر پیشرفت وکړو مکتبونه مو خلاص کړو پانتنونه مو خلاص کړو یعنې مو وخریلې نکتایې مو واچولې ښځې مو لوچې ورخڅېدې ډېر زر مو پیشرفت وکړو دونه په مخ ولاړو تر امریکا هم تر اروپام په مخ ولاړو اوس هغه د اطرافو کسان چې دوی پس پاته دي او دغه غربیانو 500 ابر قدرتو پس پاته پرېیښي وو په جنګو په واشتو داشتو ته کې پرېیښي وو د دې ذهنونه چې جوړی شل کاله کار غواړي کله چې شل کاله د دوی ذهنونه د ما ذهن کیارې د بازاري ذهن سو ظاهره په اطراف کې پروت یم د اطراف ذهن راسره ده داسې بازاري ذهن سي په یو څه پرمختګ وکړه بیا به مکتب هم خوسی کړم بیا به پانتون هم خوسی کړم بیا به هغه مشرو وبولم بیا به بل څه وبولم دلته ګورئ مهمه نقطه بله د غربیانو هغه نقطه نیولې چې د یو څو د غرب پلو یو څو د بازار د خلکو د هغو خلکو هغه مکتب و د پانتون دا خبره هغه هم کوي اسلامي ممالک هم کوي دا غوښتنه د افغانانو هم ده دلته مهمه بله ده چیست زه فکر کوم سل کې به سل د ښځو مکتب د نجونو مکتب به له شپږم پورته له اسلام سره ټکر زه فکر کوم ظالم نه یم که ټکر نه وای دوه نیم کاله درې کاله د اسلامي عمارت تېرېږي چې پېښه ده دومره کارونه سوي دي چرا نمیگن اگر ټکر با اسلام چرا اعلان نمیکنه ما درته وویل بله خبره ده که اوس د اعلان کوي چې دا له اسلام سره ټکر د 50 ممالک اسلامي هغه په مقابل کې ورته درې ول دا نو 50 ممالک اسلامي په دې کې ولې ټکر نست ما د ټول موږ ډیر غټ
غټ پاشل لرو غټ واټن لرو دغه واټن رانی جه کېدل ډیر غټ کار غواړي دلته یس اخوی سعادت کې یو تنها ما مشکل داریم دیگران نداره یا اونا مشکل داره ما در راه راست روان هستیم و دیگه کس نمانده در کنار ما امانی سم محترم یی تاسو دای بس وخم کم کشکم دای بس وخلی ډیر وای ته ډیر خسوی راضی لګ عمیق فکر موتاش ورته وک مو تاسو دومره غټ واټن لرو چې امه اسلامي مالک وسره لرو امه له کوپارو سره لرو امه په داخل کې لایو تعداد افغانانو سره لرو خم متوجه ز په امارات خوشاله يم په کارکړدګي خوشاله يم پرمایش جنې نه غواړم پیسې جنې نه غواړم چوکې جنې نه غواړم ټول شمول جنې نه غواړم هم شمول نه جنې غواړم په داسې حال کې چې شل کاله می ساتلم دي په داسې حال کې شل کاله می سرمایه گذاریم په کړی ده په داسې تنها زګور د ولسونو درخایم ټول یو اطرافولس یو څوک راوخه چې دا یو پرمایش جنې وخته دلته دغه خلک چې شل کاله غره رالو غربیان دغه ته عیش او عشرت او مکتب او پانتون او ډالر او څه شو دای ورکړو صحیح ده دغه نن چې وګی ماته مکتب را خلاص کړه ماته پانتون را خلاص کړه ماته ډالر راکړه ماته چوکۍ راکړه ماته دا وکړه در حال کې باج به شرعي غوښتنې به باج به مشروع حقونه صحیح ده دلته ما د ټول مشکلات موږ له اسلامي نړۍ سره لرو لکه پرې سره خلرو لرو ډیر غټ واټنونه یو واټنونه زمانګیر دي زمان په بر کې نشي اوس هم ډیر حوصله کړی دي چې د حوصله سره باج کارونه شي کوي باج اغه د تیر امارات کارکړدګي کومو ته شي ګورو عدل تکیبل شي به تلویزیون شي تقریبا لیدل دغه کاو به متاو به نن کراځي خبري کوي بس دې حسابونه سوي دي گزارای کړی د حوصله یې کړی دی خو زه په خار ته غشتو ګام په کابل کې مو ته شي کتلای وای چادرې به نن شي وګورې تقریبا پولیس مخ دی ګرځي یو سی نرمخ وولې د هول ماده ټول واټن د پاسلې ډیرې دي کار وای بسیار تشکر سپاسگزار شما آقای اتمر شما میبینین در 33 ماهی که از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان میگذره با همه طرف ها یک مشکل ایجاد شده و خواست هایی را مطرح میکنه آیا واقعا همه خواست هایشان بجاست از یک عینک دیگه نسبت به وقایع در افغانستان میبینه یا نه در داخل واقعا تمکین نمیشه در برابر چیزهایی که هم به سود افغانستان ممکن است باشه و هم راه را باز بکنه برای تعامل تشکر ابانی سیب سلام بر شما سلام بر مهمانان گرامی شما و بیننده و عزیز ببینین یک چیزی که بسیار مهم است که جامعه جهانی و شورا اسلامی اینا دته چیزی کم 3 سال تلاشی را کردن و هم خود افغانا تلاشی را کردن که افغانستان جز جامعه جهانی باشه مثل دیگه کشورهای اسلامی واری اینا هم در ملل متحد در کنفرانس اسلامی در کنفرانس های منطقوی حضور داشته باشن نمایندگی داشته باشن به رسمیت شناخته شوند و اینا روابط حسنه و دیپلماتیک در یک فضای همزیستی مسالمت آمیز با تمام جهان داشته باشه. ولی متاسفانه با در این کار تا هنوز کامیاب نیستیم. بخاطر از این که هر نوع خواهش و یا به اصطلاح توضیحاتی که هم مردم افغانستان هم دانشمندای داخل کشور و هم بیرون اینا با مقامات طالبان ارائه کردن مورد پذیرش از اینا واقع نشد. بله. امروز هم کنفرانس اسلامی اول خود این کنفرانس مشخص سر اوضاع افغانستان نبود. بله. این کنفرانس سر وضع فلسطین و جنگ غزه تمرکز داشت ضمناً کشورهای اسلامی خواهان از این شدند که اینا یک تعامل بشر دوستانه با افغانستان داشته باشند. درست. و این را دنیا هم میخواهد، خود امریکا میخواهد، دیگر کشورها هم میخواهد، کشورهای اسلامی میخواهد، کشورهای منطقه میخواهد که در افغانستان فاجعه انسانی یا فاجعه بشری در جریان است. شما آمار را که امروز نشر شد مثلا خود WFP میگه این گزارش است که امروز نشر شد که از هر 100 نفر 47 نفر افغان محتاج به مواد غذایی است و این در سرحد یعنی
فقر غذایی قرار دارن. اینا مشکل ما تنها مسئله تعلیم نیست، تنها مسئله موارد دیگه که دوستا به اشاره کردن نیست. مشکل ما فقر است، مشکل ما بیکاری است، مشکل ما مشکلات اقتصادی است، مشکل ما امنیتی است. درست است که در افغانستان ما میگیم که جنگ نیست، ولی کشورهای منطقه حراس دارند، دنیا حراس داره، هنوز اینمی تهدید مرتفع نیست. پس به این اساس وقتی خواستها را کشورهای دیگه مطرح میکنه، اینها نیت نیک داره فکر میکنین، مخصوصا کشورهای اسلامی به خاطر افغانستان؟ یقینا باور بیست. ببینین اول سیگار گزارش داد، امروز شما ببینین در رسانه ها سیگار گزارش داد 17 میلیارد دلار در طول کمتر از 3 سال و طالبا فرستاده شده، به افغانستان فرستاده شده. یعنی اگر رقمی است که پول از دوره جمهوریت که زیاد است. به صورتی که کجا رفت، کی از استفاده کرد، به چی نوا، اوی جانوز روشن نیست، ما نمیفهمیم. ولی یک گزارش سیگار است. و مسئله دیگه است که هیچ کس، من از دوستا خواهش میکنم که امی تفریق نندازه، امی بیتفاقی را نندازه که کسای در خارج و کسای در داخل. بله. ما اینمی 40 سال یا 45 سال 8 میلیون، 9 میلیون تا 10 میلیون افغان در خارج داریم و اینا هر روز دلشان به افغانستان میتپه. شما اگر پول را که اینمی مهاجرین افغان بیرون از افغانستان سالانه به افغانستان میفرستن، به فامیلای خود، به دوستای خود، شما ارقام زیره ببینید تا 700 میلیون 600 میلیون دلار است. یک رقم بسیار زیاد است. امروز که اینمی اگر اینمی مهاجره که در بیرون است بر از اینا فرصت و زمینه کار، زمینه آموزش و زمینه یک امنیت مساعد شود، من معتقد هستم که 80% از این مهاجر دوباره میگرده به کشور. آمدیم سر گپ سعادت صاحب. من گپ از اونا را قبول میکنم، گپ بسیار معقول است. ببینید جنگ، جنگ فرهنگی است افغانستان. متاسفانه ما ایر رنگ مذهبی میتیم، ما ایر رنگ اسلامی میتیم، در حالی که چیز نیست. اینه میگه که سعادت صاحب بگه این کاملا درست است. ما 80% 90% بیسواد داریم در کشور. ما رژیم های گذشته و رژیم جمهوریت و تا هم اکنون هیچ زماندار بر از بین بردن بیسوادی مبارزه نکرد. ما هنوز مردم ما به این فکر است که زمین روی شاخ گاو میگردن. ما هنوز چیزهای بسیار اساسی که در اسلام است او را مطالعه نداریم. ما بیاین یک محاسبه کنین از امی ملا صاحبا چقدر از اینا، چند فیصد از اینا قرآن کردی ترجمه و تفسیرش خواندن، چقدر از اینا حدیث خواندن، چقدر از اینا تاریخ اسلام خوانده. ما در یک بحث با یکی از دوستا در تلویزیون کابل، در یکی از تلویزیون بودم، ما از همین شیخ پرسان کردم که برادر تو می بسم الله الرحمن الرحیم و بر ما مانا و تفسیر کو. شما باور به خدا کنین که نتانست. این اینجاست که آدم گریه بگیرن. کسانی که خودشان از اسلام خبر ندارن ابو به اصطلاح کمر بسته کردن که ما از اسلام دفاع میکنیم. هیچ مسلمان، مسلمانی یک عقیده است. شما به زور عقیده را سر مردم قبولانده نمیتونید. امروز مردم در دنیا اینمی حق دارن که فکر بکنن. بیاین ما سر از این معقول فکر بکنیم. درست است جنگ، جنگ فرهنگی است. امروز کسای حاکم هستند
که اونا از فرهنگ اطرافی، از فرهنگ محدود خانه خود دستور میدن و او دستور 20 میلیون زن و مرد در افغانستان متاثر میسازه. متاسفانه هیچ زبان رابطه، زبان تفاهم با دنیا پیدا نمیکنه. ای از علمش نیست، از فرهنگش است. ای در دنیای اسلام، در شریعت اینطور یک چیز نیست. بیا هر کس که قدیمه بحث میکنه، معذر هستم که دیش بحث میکنم، در هیچ سعادت صرف میگه بالاتر از تعلیم زنا، بالاتر از صرف شش به نظر وکی من است. بفرمایید در کجایی گپ گفته شده؟ با پرسوان میکنم گفتم که باز نشده، باورشی است که امی که باز نشده ممکن است همون یک چیز باشه. اگر مشکل نمیداشت مگالت منحل شده بود. ببینین باز بوده بود باور فرهنگی است. اگر ما فرهنگ خود غنی بسازیم، اگر ما بتانیم امی پویش و دانش به تمام خانه های مردم ببریم، اگر ما بتانیم امی دانش خانه به خانه ببریم، اگر ما بتانیم خانه ما را باسواد بسازیم، اگر ما بتانیم درای تنویر فامیلا کار بکنیم، امروز ما این مشکل نداریم. شما بین امروز ایده شما ببینید، امروز 90% ما به یقید است که اینا امراض باد می فیسبوک و در رسانه ها میبینیم. اینا سرطان با چف و تاویز تداوی میکنن. بسیار تشکر. اینا شما این فرهنگ چطور میتونین در اون تو جامعه که رهبریش به اون معتقد باشد در اونجا بین و بگین که ما تشکر آقای عدنان آزادی را بیاریم و دانش را بیاریم و تعلیم را بیاریم و این مسائل. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. تا دقایق دیگر دوباره برمیگردیم. میدان محور خوش آمدین آقای وحدت. اصلا فکر میکنین امیدشی مشکل در چی است؟ چطور میشه راه اگر مداخله میکنه راه مداخله را بست؟ اگر اختلاف وجود داره راهی ایجاد اختلاف در افغانستان بست؟ خب یک باوری است همونطوری که آقای عدمر گفتن، بسیار از کسایی که از افغانستان رفته واقعا میخواه پس دوباره به افغانستان بیاید، میگن که هیچ جایی به اون کشور آدم نمیارزه، ولی زمینه به گونه مساعد باشه که همه امنیت خودشان را امن احساس بکنه و خودشان را از افغانستان بدانه و هیچ نوع مشکل هم ایجاد نشوه. در این شک نیست، همه افرادی که از افغانستان بیرون رفتن اینا هم کلا نه خائن بودن نه مقصر بودن. اکثریتشان نسبت به ما فکر میکنیم که همو حس وطن دوستیشان هم شاید زیاد بوده باشه، ولی زمینه برای برگشت زینه باید برابر شو. با این گفت ما کاملا موافق هستم. سیستم کس می شود که هر افغانی بتانه با بر اساس استعداد و شایستگی که داره به سهولت داخل سیستم شود و خدمت برای وطن شود و برای وطن خود زحمت بکشه. در هیچ شک نیست باید نظام متوجه مسائل باشه. در پالوش مسائل تعلیمی و تحصیلی رکن اساسی آینده ما را تشکیل میده. آینده ما اگر بهتر میشه با یک تحصیلات خوب، با یک تعلیمات خوب، با ایجاد مراکز های آموزشی خوب. ما هنوزم در وقتی قرار داریم که صرف از چند پانزه محدود شاگرد فارغ میتیم، یعنی نیاز است که در خیلی از مسائل صنعتی ما عملا وارد شویم، ایجاد کنیم مراکز آموزشی بیشتری، ایجاد کنیم دسترسی تمام مردم افغانستان برای تعلیم تحصیل. در این بابت تجربه که ما زحمت بزرگای امارت اسلامی را میبینیم قابل ستایش است، کوشش میکنن. و یک چیزی که مانده مسئله تحصیل و کار دختران از وطن که امیدوارم که هر چی زودتر برازی هم راه باز شوه، روی نصابی که کار می شوه، امیدوارم دوستانی که روی کار میکنن خداوند قوت بیشتری بدن که این پروسه را تکمیل بسازه و یک نصابی برای مردم افغانستان ارائه بدن که او سرنوشت ساز باشه.
و د بل طرف څخه که د راسو د اسلامي نړیوال سازمانو همکاري ته لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل او ځینې مسایل د افغانستان د خلکو په اړه باندې وویل چې بعضې داسې خلک شته چې د بسم الله په معنا او په تفسیر نه پوهېږي. زه فکر نه کوم چې په دې قرن کې یو داسې سړی اوسي چې د بسم الله او د افغانستان سړی او دا فکر کوم چې دته شاید غلط تصور سوی. نو مطلب دا ده چې د اسلامي هیوادو تر مابین اول خپله ډېر مشکلاتونه شته موږ لیری پریوشت افغانستان حکومت تاسی او گویری عربستان سوا نکره پسود پا یمن کی یمن ده تکر تکر که ده خور سره برابر که چاقی عربستان جمعی ولس نور کشورونه سوریه چا خراب کرده هم ده خود به خود عربانو سره خراب کرده پا فلسطین که ده اوست چه زرت لما دی استیدیو تا نیم سات تر مخه یو ایلان ماویلی ده دیروش نپر پا رپی شرکی که ده اسرائیلیان ده خواسخه و وجل سو پا یو درون عملی که هایا پتاسی که دوم رکوات نسته چی تاسی پر دقیه یو اسرائیل چی دی تاسی دی یو ولایت پا اندازه دی دقیه دامن زووسی گوری مش که میگن خوب این یک بحث دیگه هم هست که باز ایجاد میکنه افکار آمر ممکن است خدشدار بسازه موضوعات در مورد فلسطین و در مورد آنچه که در غزه گذشت هیچ کسی هیچ اقدامی نکرد دیر شما هم میدانین هیچ کشور اسلامی اگر بحث موضوع اسلام با یهود باشه 57 کشور اسلامی هیچ کسی هیچ کاری برای حماس نکرد. خب حالا ممکن است یا آتش بسی رقم بخوره. مشکلات کلانتر وجود داره ولی در مورد افغانستان دیدیم چه شرایطی که افغانستان میگن در انزواست به رسمیت شناخته نشده جهان با افغانستان مشکل داره چطور میشه ریشه مشکل پیدا کرد اون مشکل را برطرف کرد و رفت به سوی افغانستانی که مترقی است افغانستانی که شما میگین همه مردمش باسواد شوه ما سیستم آموزشی خوب داشته باشیم ما سیستم قضایی خوب داشته باشیم همه سیستم ها منظم شوه خب همه همین ها نیاز به یک برنامه داره یا ای که اما مشکلی که وجود داره را باید کشید و او طرف انداخت بس رزوه اصلی خبریت دلتا نیاز دی قدرتمندان حق کسان چی پراز کدی خپل دی وطن حق بچین چی واقعا پا کار پویش تخصص لری مسلک لری داگه سی نموش کوالی سی چی و کمک واخلو نه داسی کسان چی وازی دکتورا لری او نور هیچ کار نزینی ولاریش داسی کسان باید مش را طول کو مشوره زینی واخو عملا صلاحیت ورکو دا وطن د ټولو وطن دی او دا د افغانستان سرمایه پر دوبندې مصرف شوی د افغانستان سرمایه همدغه متخصصین دي همدغه تحصیل کرده کشر دی چې ودو ته باید زمینه برابر سي او تر هر څه مهمه دغه مسله ده که غواړي یو ښه افغانستان ولري یو پرمختللی افغانستان ولري چې ښه صلاحی ولري دغه دګي سینې 3500 کیلومتر اخوا ته اسرائیل وولي نو تحصیل کرده وطن یازې که غواړي بندونه جوړ کی قغواړي برکونه جوړ کی انجینر صاحبان ته ضرورت دی قغواړي چې شد تبابت سیستم په افغانستان کې ولري ډاکټر صاحبان ته پکار دی باید تکویت سید از مرکز همدارنګ قغواړي په ناوري ټکنالوژي کې ته خاص مهارت ولري چې کشورونه راځي تاسو ټکنالوژي واخلي او تاسو یو غټ ایځي مسله جوړ کی ته باید خپل کمپیوټر ساينس په مسایل کې خپل ځوانان راټول کی دا بیگانه نه دی دا موږ باید داسې فکر ونکو چې هر چا یو خبره وکړه غلط برداشت وکړه نه داسې کسان هم شته انتقاد هم کوي د افغانستان ښه غواړي د افغانستان آبادي غواړي نور جنگ نه غواړي نور داسې کسان پراس کې نه غواړي چې کابل ټوک ټوک کوي آیا موږ بیا هغه کسان ته لاره ورکړو چې کابل په هر لوښ کې دوی خیانت شته کابل ورځ په قیامت پر دوی باندې شاهدي ادا کوي چې دوی زموږ سره څه وکړه دغه ووتو لس احزاب څه وکړي دې وطن سره نور لازمه ده چې لاره ورکول سی کسان ته چې په کار پوهېږي عملا کار ځینې اخیستلی سی یعنی خبره لري څوک چې خبره ولري څوک چې استعداد ولري هغه هر ځای خریدار ولري او دا اوس هم په اسلامي عمارت کې زه تر ډېره ځایه زموږ ستاسې د فکر ملګري دوستان دي ګورم په ډېرو مهمو پوستو کې د افغانستان با استعداد او نخبه ځوانان ګمارل شوي دي پر دو به هم سترګې نه پټو او د پخوا اکثریت کارمندان د دې اوس عملا کار کوي لا هم نیاسته یعنی دا یوازې بسنده نه دي په رهبری کې باید ادی اقل څلور تر 15 چوکیو پورې په کابینې کې داسې خلک چې هغو د خلاص سینې مسلک استعداد او کار سپاسګزاري داسې خلکو ته ضرورت دی نو انشاءالله چې ودو ته توجه وشي نور به مشکلاتونه سره راکم چې خپل وطن به آباد کو د خیر سره تشکر سپاسګزارم آقای سعادت خوب نزدیک به 3 سال میشه که حکومت سرپرست در افغانستان حاکم است در این مورد بسیار از پرسش هایی که به پاسخ مانده هنوز هم به پاسخ مانده شما فکر میکنید در یک مسیر قرار داره امارت اسلامی که امیدوار کننده باشه افغانستان بره به سوی ثبات افغانستان بره به سوی بازسازی و راه باز شود برای تعامل و کشورها هم قناعت بکنه
کلی واضح که کوم شیان به پاسخ بات پات دی به چه شب به پاسخ پات مثلا میگه که در کجا در دنیا وجود دارد که 3 سال حکومت سرپرست باشه نوع نظام تعریف نشده باشه قوانین ساخته نشده باشه قانون اساسی وجود نداشته باشه موضوع آموزش مثلا خب یا این طرف یا اون طرفش مشخص شود بله شما حق دارین میخوانین این زمان نه حق ندارین شما نمیتونین درس بخونین همه پرسشایی که به پاسخ بوده میشه بسیار به سادگی جواب داد اما نیستم محترم یو خو ما مختر تو ال سی فکر نکوم چې څوک دی افغانستان دی داخل دی پرمایش حق ولي دا که سرپرست حکومت تم دی افغانستان دی حکومت کار د که سرپرست پری دی او که منتخب لانه دا که مکتب په هانتون دم د افغانستان خلکو غوښتنه ده د ما غوښتنه ده د تا غوښتنه ده د موږ تاسې د میزګرټومال او هر افغان غوښتنه ده دا مو باید همسله شما شنیده شده نه دا که کومه و فکر کوم کوم چې مشروع حقونه دي زه وایم موږ د اطرافو خلک چې د شل کال دی سره اوسېدلې ډېر تیز تر ګریوان رانی وایسو موږ ته یار دې پوکي کنا تم راکې چې بعضې شیان ډېر زړور پی وردو داسې په توکل دی خدای داسې اوچت تر ګریوان راشي راکه دا دې ما حق راکه ډېر زړور پی وردو ځکه شل کاله دې لپاره مبارزه سوي د شرعي اهدافو لپاره مبارزه سوي میلیونونه انسانان شهیدان سوي میلیونونه انسانانو قربانۍ ورکړي د څه لپاره د اسلامي نظام ما په بار بار له جمعې زویلي چې اسلامي امارت مجاهده طالبه کتام جلاله دې مستقیم لارې لار غلطه کړه دغه یو لسونو سپیر خلق په پتاب شم سوټی راخلی دا بدل دی دغه باش دا مودر توای دلته فقط سلف سل اسلامي نظام د شاغه بقامومي مشکل په چیش کې دا همانی سم محترم مخته استاد محترم خبره وکړه چې دلته بهر کې میشت یم افغانان هغه افغانان دوه کټګوري دي یو هغه افغانان دي چې دی له جنگو دي مشکلاتو دي خپل کاروبار دي کور دي اولاد دي او نفقې په خاطر کړلی دي ځان ته روزي ګټي هغه واقعیا هم افغانان دي په دې وطن یې زړه دردیږي یو هغه زورغال دغو دي چې یار یې شرقیان راوستل او بیا یې غربیان راوستل بیا نن هم دې وطن دي بربادي لپاره ګیمونه جوړوي لومې جوړوي او د دې لپاره مشکلات جوړوي بیا نن هم په هر ځای کې راټولیږي او هلته ډلې ټپلې جوړوي بیا نن هم د دې لپاره کوشش کوي سره کم دا وطن کې نامنې راوړو مشکلات راوړو بدبختي راوړو یو هغه افغانان دي یو هغه افغانان دي د افغانان به سره جلا کړو زه وایم ما ته روسانو مشکل نه ده جوړ کړی ما ته امریکایانو مشکل نه ده جوړ کړی ما ته دغه د غوښې له بومه راوړو دلته کېناستل ما ته دې مشکل جوړ کړی زه به یو تعجب مثال درکړم امان سم محترم زه خپله موږ په کلي کې اوسېږو یو بازار موږ لرو موږ دوکانداران وو یو وخت کې چافه راغله چې موږ په کلي کې ولوېده زه خپله یو دوکاندار وم موږ یې ګیر کړو موږ یې یوړو د بندیانو په شکل باندې یوړو تقریبا 10 نفر یې راوړو تر څو چې موږ تر دا ټانګوره رسولو والو زدنو وږه او د بوه او دلته زه خپله په دغه ځای کې دا ځای اوسم معلوم ده دلته په دې دغه باندې په کلشن کو باندې داسې ووایم دنځ کې دا وینې را باندې تویدي اخر هم د دې چې امریکایانو ته مار جو وکړه ما ورته دا څه کې ساده تاسو مل ځان سره تاسو یوسي یو باندې ته څه حق دی لري چې تاسو وګ موږ سره سلاسته مو خو دغه خلق یو عام خلق یو تر څو چې موږ تر ټانګو راوړو په داسې حال کې چې موږ ما درته لږه واچولو چې په موږ ما دغه را پورته کړه دا چې موږ هغه افغانان وو چې شل کاله څلوېح کاله ل خپل افغانان سره هغه مشکلات جوړ کړی نو هغه بیا په دې نظام کې د طالب جان ورګټ کې دې که شل کاله څلوېح کاله وطن ته کار کړی نن به څنګه وک دا هغه څوک دی چې له بومې ماته تیار حکومت راولل تر ته کېنم دا هغه دی چې روسان د کمونستان او له روسیې راوستو او دلته په لکونو انسانان پی شهیدان کړو دلته ډېر حسابونه شته محترم سم محترم خبره وکړه چې مالی او شیخ سره خبره کوله چې شیخ بسم الله نوازده دلته بعضې خلک د چا څوک چې یره لري او پټکی لري هغه چې ټول شیخان ورته وایي داسې کوی ده به شیخ ځوان په یو مار کم غونې سړي به اوښته یې شیخان نه دي شیخان الحمدلله سته شیخ الحدیث دی عالمان دی په تفسیر پیږي په حدیثو پیږي په هر څه چې یار شیخ هغه بیا شیخ هغه بیا داسې شیخ نه ده لکه سعودي شیخ هغه بیا حق بینه شیخ ده هغه بیا داسې شیخ نه ده چې هلته د قابی امام ده او خوله د فلسطین د مسلمانانو په حق کې نشي پورته کولی هغه بیا داسې شیخ ده چې 500 صبر قدرت یې راپرځولی دي تر یو شیخ ته به عمومي جار کې هغه بیا داسې شیخ ده چې نن یې ماته د افتخار پټکی راپسر کړی ما ته نن دي سنت یې ارزښت راخولی ما ته دي ما دین او دي ما اسلام راخولی په غو انتقاد په اسلام انتقادات مر سم محترم په شیخانو باندې دي څوک انتقاد نه کده یو انتقاد وکړي هغه انتقاد دي جالب دي په اسلام باندې انتقاد به سړی ونه ک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سړی انتقاد ونه ک په عالم باندې انتقاد الو علماء ورثه الانبیاء دا وارثین دي انبیاء و دي دا انتقاد باندې مخه پکیو کار چکه کده هر چقدر نباید انتقاد شوه ګوره امروز رهبر امارات اسلامی میگه رهبر امارات اسلامی میگه که اگر ما
انتقاد انتقاد پارک چیزی را گفتم امانی سام محترم زاهی دینی بود شما باید امانی سام محترم اجازه راکا انتقاد انتقاد پارک د مغ په دغه میز اختار ورکو چې طالب جانا دیاله لري مستقیم لاري کته واه وخت بیا به موږ د سوټای راخلو موږ ورته اختار ورکو اختار ته وګورو انتقاد ته وګورو راز سره جلای کور جانا راز شر په سات نفاق دته نه اچو دا تصویر موږ غلط نه وړاندې کو راز جهنیتونه د خلقو اسم اسم دونه په باریک تار تړلې دي لکه تاسو مخته ول چې راځي نفاق نه چو نفاق به راځي نه چو موږ دای وایو کریک ته افغانان افغانانی زما خواله امریکایی نه ده بده زما خواله اروپایی نه ده بده زما خواله روسی نه ده بده زما خواله د غزر غاله بده ده زور غال به نه پیژني زور غال هغه څوک چې ابرهه لهکرې کابې ته راکلې او د قابې ورانیول وته بیا په لارې راوجنګېد نور قبیلو جنګونه ورسره وکړو طایف ته شرالو یو سړی د زلغال په نامه ورسره کو ولدی بلارم در وخی جنګ بیخې د سر نه کړو بیا په لارې مړ شو وروسته به عربو د قبر په ډبره وست ولدا د قوم خاین زلغال د جبرخه لهکرې روانې کړی وي د قابې د ورانول لپاره همدا زلغالان سیارې شرقیان راته راوستو افغانستان په وران کړو موږ په شهیدان کړو په لکونو انسانان او بیا یې غربیان راته راوستو زوایم دغه زلغالان د غوډي دا زلغالان د غوته نور دلته جای نستا دا زوره غالان د غوډي عفو وغالي دا د بخنه غوالي له ملتونو له ولسونو له جه بیا د فقر خبره وکړه دلته فقر ده فقر نن نه درغلی فقر طالب ته نه دور لغالي طالب به فقر مخم نشي طالب به مکتوب هم در مکتب هم برابرې طالب په انتونم برابرې طالب به امنیت هم راولي طالب به اقتصاد هم جوړي طالب به پیسې به هم کنګلي هغه هم درته برابرې زوایم طالب جان چې په دوه نیم درې کال کې څه کړی دي اعلی د دنیا او آخرت برابر کی طالب جان چې په دوه نیم درې کال کې هغه ماته قراری راوستل یا امنیت راوستل یا مواد مخدر مې ورکړي دي شر او فساد یې ورکړی ده مالی فساد یې ورکړی ده اخلاقي یې ورکړی ده اداري یې ورکړی ده هغه کارونه چې ماته راکړي درې حسابله یې ولا قسم چې اوس حساب هم په دغه یو سات کې دي ماته په ماته دغه وخت نه لرو چې ماته د دې ته هغه کارکردګي وشي د کړی دي دغه وطن ته تر اوسه دغه څوک فادار نه پاده سوی لکه طالب جان چې پاده سوی مګي چاپلوسی نه کو په ځوان مولا کړی ما مختم درته ک حق شره یو درځه زله مخه داسې چاتې دین راو غلم خو حق ته به حق وایو باطل ته به باطل دا ماش درته ویل دا به ان شاء الله زو وایم له شرعت سره به ټکاری که شله شرعت سره ټکر نو ما په ډیره باسو کې ویلی درځه زله مخه تاسو سره شاد درځي ورسره معرف وزارت ته وسره داسې څه ده زو به یو بل مثال تعجب درکم نن دی معرف دی وزارت چې زه یو معلومات لرم دی معرف له وزارت چې یو دی په دی الیکانو په یونیفورم کار کیدو شي یونیفورم موږ ورته جوړ کو نو ما درته ول زله دی خبر شوم شامیر المؤمنین ورته خبره کړی وستا چې درې رقم جامع جوړې کی یاره ماته دی دل لپاره را دغه کی چې زه وګورم چې کومې دی ما خوښې دي نور د نور دا معنی تاسو په دې کې دی حق نه لري الحمدلله چې دی وکمنده د جامع المؤمنین تر کومندې ټول لاندې ده چې حتی دی نو پرم اجازه هم دینل لري خپل سر باندې دغه وکه دغه یو واحد نظام چې دی و امیر المؤمنین تر دغه لاندې یي او هغه کوم فرمان صادق او بل څوک هیڅ سم نشي کولای بغیر لغوت دا موږ په دابل 15 سال وکړه کې موږ شاهدان نه ونن الحمدلله شاهدان تشکر ممنون شما آقای اتمر کارهای بسیار زیاد شده چه پوشین همیشه باید استقبال کرد یک حرف آقای سعادت و حرف دیگه ای که فکر میکنین که تعامل با جامعه جهانی نیاز به زمان داره و در مسیر خوب افغانستان در حرکت است یعنی حداقل بعد از سالها جنگ آرامش را مردم تجربه میکنه و امی آرامش میره به سوی ثبات دائمی؟ مرا بو یک فکایی بیاد بامد در مکتب سنف 3 یا 4 بودیم که نمی کتابایی را می خواندیم گویی تو بود که یک کس 4 نفر دوز آمده بود یک کس را می بود سر چارپایی او نفر فریاد میکرد که او بردم اینمی دوز هاست مرا می برن اختطاف میکنن و این 4 نفر صدا میکرد که خیر است که ما دوز هستیم خدا تو را جور کنه و مردم به این فکر که این مریض است، مریض روانی است و به اون ترتیب موفق شدن که او را بارن اختطاف بکنن آلی گپ به اون رقم است، من که فکر میکنم ببینیم اول خب بحث، این بحث هیچ ضرور نیست که ما کدی سعادت سه این بحث کنم که شریعت چیست، اسلام چیست برای از این که طرز تفکر ما یا امون سطح دانش ما متفاوت است و برداشتای ما متفاوت است از شریعت، از اسلام، از مذهب، از دین ما از یک زاویه دیگه میبینیم و دوست دیگه ما وعدت سب که گفت درست است در خود افغانستان هم در خود طالب رقب برده است یکیش خائن است، یکیش وطن دوست است، یکیش وطن فروش است یکی دیگهش حاضر است که به خاطر مردم هر کار هر قربانی بده اینمی قسم که انسان ها
فرق میکنه و میگم فرق میکنه که شما ببینین کسایی که در خارج است چی قسم است، کسایی که در داخل است چی قسم است. یعنی اگر ما ایتو محاسبه بگیریم که تمام مردم های گذشته کلش خائن بود، ای گپ غلط است. خب هر کسی که خائن بود او مستحق جزاست، هر کس که خائن بود او مستحق مجازات است، هر کس که خائن بود او دیگر حق نداره در کشور تصمیم بگیره. اما کل مردم فراری نیست، کل مردم خائن نیست. اما قدر امروزی که نمی ما دفاع نمیکنم از جمهوریت و این گپ اصلا شر بده که ما از اون نظام دفاع بکنم، اما در این یک چیزی را صادقانه قبول بکنیم، امی کابل، امی افغانستانی که در دوری اول طالبا به امی جمهوریت گذاشته شده بود، آیا امی طور یک افغانستان بود؟ امی طور یک کابل بود؟ که شما بعد از 20 سال امروز در اکسایش میبینین و میگن که کابل زیبا و که مچم وطن زیبا. خب اینمی یک کسی بوده که کار کرده. اگر این پول مستقیم آمده به مردم، اگر غیر مستقیم آمده، ولیکن معیشت مردم، زندگی مردم با مو کار، با مو غریبی، با مو روزگار گذشته خوب بوده. او تر فقری که امروز از وقت نبوده. درست است که در وقت فحشا بوده، ما محکوم کردیم. خب در وقت ما او را محکوم کردیم، هم علنی، هم در رسانه ها، هم در رسانه ها، هم در کل موارد، در کنفرانس ها، کل زیر ما انتقاد کردیم، گفتیم و امروز هم میگیم. ای که امروز کس ما را میگه که طالب تو کد، طالب تو کد، ای حق طالب نیست، ای وطنم است، ما حق دارم که حرف بزنم، حق دارم که نظر خود بگویم، حق دارم که در کشور خود باشم، کس مرا تبعید کردن نمیتونم، ای حق ماست. شما ای حق گرفته نمیتونین، ای تو تفریق نکنین که اینا هیچ کس آمدنه. در هیچ دنیا هیچ قانون نیست که کس را از وطنش تبعید بکنه، ای غیر ممکن است و ای حق هر افغان است که اگر من مجرم هستم محکمه سر من فیصله کنه، من مجازات کنه، اما ای حق کس نداره که وطن از ماست و دیگر کس هم حق نمیتونه که سر از این فکر بکنه. در این ما هدف ما سرزی است که وقتی که ما به صورت متفقانه مسئولیت میگیریم، حق ازیر داریم. آمدیم سرزی که حکومت داری این مسئولیت طالب است، این مسئولیت هر نظام است که خدا ببینیم. ما سعادت سبب میگم خدا در قرآن حکم کرده ای را، حکم، حکم است. سعادت صاحب توی را بخوان در قرآن شریف، خدای حکم کرده چی ای سلطان تا تز حکم کم خپل درایت حاجت پوره کن. تو چی درایت حاجت پوره کنی نه، تیز امیر نه، تو سلطان نه. تا در قرآن در حکم نه خلاف اول کرده و اول رسان توی که زخم دقه و همچه تاس قرآن وای، تاسی تفسیر وای، تاسی حدیث وای، تاسی بخبر شریعت بند زان پوی که تشکر میکنم. دا خمانا نوشه چیزی او شیخ تا وایم چه تنه پوی که تراش زباد گیری وای نویدیسی چه شیخ تا با تسنه وای وله وله وای رازه ما سرکینه باستا کینه. تشکر، سپاسگزار شما آقای وحدت. این کشورها چی خواستهایی داره اگر بجاست یا بجا؟ ولی امارات اسلامی در مورد در برابرش استاده شده، اعتنا نکرده و تمکینم نکرده. به خواستهای مردم چقدر فکر میکنین در این مدتی که گذشته امارات اسلامی تمکین کرده؟ تا حدی را که ما میبینیم کم کم واضح میشه، نه تنها برای ما بلکه برای منطقه و برای دنیا فهمیده میشه که مردم دارن به خواستشان میرسن. کم کم ببینین که حق مردم آبادانی است یا نه. بله هست، داره کار میکنه. حق مردم اقتصاد خوب است یا نه. خود سازمان های بین المللی اعلان میکنه که تا امروز کار اقتصاد افغانستان خوب پیش رفته. حتی بزرگترین دانشمنده الان گپ اتمر صاحب یک طرف، خیلی از دانشمنده اقتصاد ما اعلان میکنه که اقتصاد افغانستان رو به خوبی روان است. مسائل سیاسی ما، فضای ما، حاکمیت، مرزای ما، همچنان خدمات رسانی برای مردم. ما میبینیم که در 20 سال
به زیاتری از ولسوالی حکومت گذاشتن رسیدگی نکرده بود. الان میبینی که صاحب مکتب میشه، صاحب دارالمعلمین میشه و صاحب مراکز آموزشی میشه و تعمیر میشه. خب این رسیدن با خواسته است. و از یک طرف دیگه اگر ببینیم در 20 سال گذشته اگر ما یک جوان اگر ما حاکم می بودم، ما افغانستان از صاحب بهترین مترو می کردم، افغانستان از مسئله قطر خودکفا می ساختم، تمام با این پولایی که آمده تمام ولایت ها را با هم وصل می ساختم، ما تیله پایین تر از 5 افغانی می کردم. اگر اون نظام با اون پولش به دست می تنها یک جوان می بود، خیلی از مسائل میشد. ببین به هزاران میلیارد دلار پول آمد، ولی میگه کابلی که ساخته شده شما قناعت کنین که نمی بهترین کابل بوده، نمی چندان بیلدینگ خو مردم ساخته، این سرکه، این سرکه که ماست، ما یک سرک میاری در افغانستان تا الان نداریم. ما بازی قناعت کنیم افغانستانی که نام دومش پادشاه مدنیت دنیا است. ببینید سرکه مردم گذشته ما، شما هیچ یک سرکه با او پول میشد که زیرزمینی افغانستان بالا و پایین ما سرک می داشتیم، از هر نگاه خود کفا می دیم. برق در اکثریت ولایت های ما پیلان هم نیست. ببینید تازه برای بعضی ولسوالی ها و ولایت ها برق رسیده، هنوز هم ما ببینید اینقدر پول آمد، اینقدر پول آمد، وقتی دوستا را می گیرم سرک ایراد میمنه درست نشد، با 100 میلیون دلار درست می شد. سرک واخان ما که سالانه برای ما تقریبا 8 میلیارد دلار پیسه برای ما عاید میداش، او ساخته نشد با 200 میلیون دلار، با 200 میلیون دلار. خیلی از ولایت مراتب که مرکزی ما هنوز هم بنبست مواجه است. دایکندی را بریم فکر میکنین که یکی از دور افتاده ترین منطقه دنیا است. در افریقا ولا اگر عمر کمی باشه که او مردم از اون آیا مردم دایکندی لایک از این سرک نداشته باشه؟ سپاسگزارم. این چیزا را باید ما توجه باشین. 4 دانه بیلدینگ که مردم ساختن. ببینین اکثریت ری بیلدینگ ما مگر دولت میسازه؟ تشکر. اکثریت پروژه که چی شدن اینا را مردم ها ساختن، مردم افغانستان که اونا امروز هم هستن در وطن. ولی اگر بگویم که نه والا کابل ساختن، کابل حق مردم افغانستان باید بهتر ساخته میشد، باید کابل ما قناعت کنیم. همسایه ما که تعالی بسم الله خود درست بلد نیست، اسلام آباد به کجا رسیده، تهران به کجا رسیده، دوشنبه به کجا رسیده. شما این کابل باز با ما میگین که قناعت کنین در این کابل، کابل امروز باید از پاریس که دارم بیشتر پیشرفت میکرد. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای سعادت، عوامل بی‌ثباتی دیگه در افغانستان باقی مانده یا میر افغانستان به سوی ثبات و دیگه بحث اختلاف و این مسائل حتی مشکلات داخلی باقی نمیمونه؟ که اسلامی امارت په دغه غزم پاتې شو چې دا اوس ده الحمدلله زه وایم د پای ټکی ورته کول سوی ده چې ازبو ازبازي و ګوند و ګوند بازي و زور و زورواکي دې ته د پای ټکی کېښو او نور یې پکې ورجای نه کړو دغه غلو ته چې دا شل کاله څلوېښت کاله یې وطن وشکاو هغو غلو ته چې هغه په هند کې یوه سپیره اوس هم 15 کیلو طلا له دوبۍ چې دې سفر خرڅ ته هغه راوړي دغه غلو ته چې دا دی وایي چې وطن کابل جوړ شو په میلیاردو ډالرو زه وایم دغه غلو چې هغه دلته سرمایه ګذاري کړې وای نن به زه وږی نه وم، نن به زه په فقر کې پاته نه وم، نن به د ما وطن جوړ و، نن به د ما سرک جوړ و، نن به د ما پانتون جوړ و، نن به د ما مکتب جوړ و، نن به د ما بند جوړ و، نن به د ما برق جوړ و، نن به د ما وطن به ګلی ګلزار و، تا به ډوډۍ خوړی سوی ما به هم خوړی سوی. بل خو ما درته وویل ما مخکې درته وویل چې موږ 1400 کلنه مخکې په هغو حالاتو کې پاته یو، تر اوسه د اطرافو خلکو ته اوس ورسه ولایي که یا د بیګا ډوډۍ لري یا به په ټولو اطرافو کې یوه پخه کوټه یې ټولې خامې کوټې که یوه ځل جلس و په دغو بارانو کې نور به ټول چې لاندې کېږي. ولې خدای تاسې له لاسه تاسې عیشو عشرتو ډالرو خارج کې بلډینګو پارتمانونه او هغه خلک چې بمبارېدل د 500 ابر قدرت د پی آر ټي په نامو باندې قرارګاوې راکړلې پی آر ټي نه ټو ډیسټرای دی ورسره اشارو ملګري وو. نو زه وایم اماني صاحب محترم ان شاء الله که دغه نظام په دغه حال باندې پاته وو د امنیت خواته ځو، د کراري خواته ځو، د ارامي خواته ځو، د پردو ځای نسته، د پښې د ښودو ځای نسته، جنګ و جګړو لپاره انشاءالله اسلامي امارت هغه پیاوړي مجاهدین دي ورته ولاړ دي، په مقابل کې نه انشاءالله غربیان نور ټول شرقیان هم ټکېدلي، غربیان هم ټکېدلي دي، داخلي غل هم ټکېدلي دي. نو انشاءالله الله تعالی به نور په دې ولسونو رحم کوي. او تشکر میکنم آقای سعادت، آقای وحدت و آقای اطمر رسوزو در عرصه مهمان گرامی سپاسگزارم. از شما بنده ها هم سپاسگزارم. وقتتان بخیر.